سلام همراهان صفحه 333، در این ویدیو قراره با 10 نژاد اسب مورد علاقه انسان آشنا بشید. در طول تاریخ همراهی طبیعی بین انسان و اسب وجود داشته. این همدمی اسب را در تاریخ به عنوان جایگاه خاصی در جنگ، تحرک، بهره‌وری و کشاورزی به کار گرفته. اسب نقش مهمی در ارتقای تمدن داره. ما فکر میکنیم که اسبها موجودات فوق‌العاده زیبایی هستند و به همین ترتیب یک لیست برای شما از 10 نژاد اسب مورد علاقه انسان تهیه نمودیم. کدام یک مورد علاقه شماست؟ اسب فریزن. اسب فریزن به دلیل یال پرپشت شهرت داره. این نژاد بومی فریزلند در هلنده. این اسب بسیار مطیع و آرامه. شکوه و خز سیاه این اسب باعث میشه که در سیرک ها مورد استفاده قرار بگیره. آلمانی ها هم اون رو در جنگ به کار بردن. البته این اسب ها همیشه مشکی نیستند، بلکه رنگ اصلی اونها بلوطیه. باید بدونید اسب زورو در فیلم ماسک زورو از نژاد فریزنه. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اسب عربی. نژادی که امروز به نام عرب شناخته میشه، کهن‌ترین گونه اسب و تنها نژاد کاملا خالص و اصیل میباشه که نقشی اساسی در تاریخ انسان و اسب بازی کرده. اسب عرب در مراتع غنی در امتداد بین النهرین که اکنون شامل کشورهای عراق، سوریه، قسمت‌های از ایران و شبه جزیره عربستان میگردد، رشد و تکامل یافت. اسب‌های عرب اصیل به رنگ‌های قهوه‌ای، نیلی، خاکستری، مشکی و ابروباد یافت می‌شوند. عمده‌ترین رنگ‌هایی که در این نژاد یافت می‌شوند به رنگ‌های قهوه‌ای، آبی و خاکستری‌اند. رنگ مشکی جز رنگ‌های کمیاب می‌باشد. اسب جیپسی یا کولی. اسب جیپسی که با نام‌های کاب و تینکر هم شناخته می‌شود، یکی از زیباترین نژادهای اسب در دنیاست. این اسب کوچک و قوی بوده و به خاطر هوش، حساسیت و نجابتی که داره معروفه. جیپسی بین 20 تا 25 سال عمر میکنه و قد اون حدود 147 سانتی متره. قدرت، استقامت و سرسختی از ویژگی های فیزیکی این اسب به شمار میاد. اصالت اسب های جیپسی به ایرلند و انگلستان برمیگرده. اسب اندلس. نژاد اندلس اسبی زیبا با بدن عضلانی از کشور اسپانیا. اندازه قد اسب‌های این نژاد حدود 157 الی 168 سانتی متر میباشد و اغلب اسب‌های اندلسی به رنگ‌های خاکستری گری و کهر روشن یافت می‌شوند. البته رنگ‌های دیگر نیز مورد قبول است، اما در انجمن اسب اصیل اسپانیا تنها رنگ خاکستری، کهر و سیاه برای این نژاد پذیرفته شده. این اسب به جهت داشتن سوم پاهای قوی و داشتن مفاصل بزرگ دست و پا، جهت درساژ کلاسیک نیز بهترین نژاد معرفی شده. اسب آخالتکه. آخالتکه یکی از مشهورترین نژادهای اسب جهان و بومی ترکمنستان است. این اسب‌ها به دلیل خز براق و زیبایی خود شهرت داشته و به همین دلیل اسب طلا نامیده می‌شوند. اما مشکل اینجاست که اونها از بیماری‌های ژنتیکی مختلفی رنج می‌برند و وضعیت بدنشان باعث می‌شود که به عنوان اسب ورزشی، درساژ، نمایش و مسابقه استفاده شوند. اسب مستنگ. مستنگ ها اغلب به عنوان اسب وحشی نامیده می‌شوند، اما به دلیل اینکه آنها پسران اسب‌های قبلا اهلی شده‌اند، آنها به ترتیب به عنوان اسب‌های جنگی نامیده می‌شوند. اسب‌های اصلی موندانگ اسب‌های اسپانیایی استعماری بودند، اما در طول زمان با اسب‌های دیگر مخلوط شده بودند. مستنگ‌ها معمولاً به عنوان مطمئن شناخته شده و با استقامت خوب شناخته می‌شوند. اسب آپالوسا. آپالوسا یکی از زیباترین نژادهای اسب‌های آمریکایی است. این نژاد به دلیل بوست پلنگ مانند خود شهرت دارد. همچنین از این اسب‌های زیبا در برنامه‌های اسب دوانی یا شکار یا حتی فیلم‌های وسترن استفاده کردند، مانند فیلم آلدورادو. اسب مارواری یا مالانی. نژاد اسب مارواری متعلق به هندوستان بوده و مارواری یا مالانی نام داره و کمیاب هم هست. ویژگی مهم ظاهری این اسب‌ها که به راحتی ظرف چند ثانیه باعث میشه اونها را از سایر نژادها تشخیص بدید، گوش هاست که هلالی شکل هستند و نوک اونها به سمت داخل برگشته.
این اسب‌ها از کشش پونی‌های هندی با اسب عرب تولید شدند و تقریبا به همه رنگ‌ها یافت می‌شوند. پیشانی صاف، گردن مستقیم، کمر بلند، دست و پای ظریف و در انتها کپل شیبدار از مشخصهای اسب‌های مارواری است. اسب پونی هافلینگر. پونی هافلینگر اتریشی نام خود را از روستای هافلینگ در منطقه تیرول جنوبی که اولین بار صدها سال قبل در اون پرورش یافته گرفته است. اجداد این پونی اسب‌های بومی مناطق کوهستانی بودند که به وسیله آمیزش با اسب عربی اصلاح شدند. امروز بسیاری از این اسب‌ها برای کارهای سوارکاری و تفریحی استفاده می‌شوند. این نژاد به بسیاری از کشورها صادر شد و در آلمان و سوئیس محبوبیت خاصی داره. شهرت این پونی به خاطر عمر طولانی اوست. اسب نژاد مورگان یکی از اولین گونه هایی است که در ایالات متحده ایجاد می شود. مورگان ها در طول تاریخ آمریکا نقش بسیار زیادی ایفا کردند. اونها به عنوان اسب مربی، حیوانات به طور کلی سوارکاری و حتی به عنوان اسب‌های ناپدید شده در هر دو طرف جنگ داخلی آمریکا مشغول به کار بودند. این نژاد برای تطبیق پذیری اون شناخته شده است.